سلام مجدد خدمت تمام دوستان و خوشحالم که این فرصت بعد چندین سال به من داده شد که باز شما رو ببینم. من چون وقت کمه میرم سر خوندن شعر. من از مجموعه عشق وقت نمیشناسد که در واقع یک به آخر مونده مجموعه منه و بعد از و خانه‌ای که خائن ما نیست چند تا شعر میخونم. سعی میکنم به یه ترتیبی باشه که در واقع مسیری که من طی کردم و تا حدودی ترسیم کنه. شعرهای اول در واقع شعرهای غربته، بعد آخری ها شعرهای همونطور که گفتن سرگردانی و آوارگیه، یعنی غربت در وطن هم توش هست. این شعر یک چیز داره، پیشانی داره که میگه درخت، از ضیاء موحد یک شعری داره که میگه درخت در ابتدای سطرش بنشان. منظورش اینه که این المعجمی ها درخت با هیچ وزن مفعول و فاعلاتونی در واقع جور در نمیاد اگه اول سطر بنشونی. حالا راست من از این استفاده کردم به منظور دیگه. البته سارا میگه قهر قهر تا روز قیامت، قامتت میگویم قیامت است، مثل کفش کاشف یا بهار برهمن یا دختر درخت یا مثلا مفعول و فاعلات، چه میدانم، یا مفاعلون فاعلاتون. من فکر میکنم که باز در این بیخوابی خواب مرگ میبینم، اما دلم نمیآید از خواب بیدارت کنم. شاید تو خواب دیدار ما به قیامت میبینی، شاید من خواب میبینم که دارم فکر میکنم، فکر میکنم که دارم خواب میبینم. وگرنه این پرنده چرا پرپر نمیزند؟ روزنامه چرا از اتفاقهای نیفتاده خبر نمیدهد؟ گفتی درخت را بنشان نمی نشیند، می ایستد و همچنان ایستاده است. اگر بخوابد تنها با ضربه تبر می خوابد و با هیچ بوسه ای دیگر بیداری نمی کند، به هیچ بهاری بر نمی دهد. بهار سال گذشته اما جایت خالی، اردیبهشت چنان در مه نشسته بود که سارا قهرش را دوباره پس گرفت و مرغی دریایی بر آبهای روتردام پر کشید و دانه دانه از درختهای باغ ارم برگ و بوسه سوغات آورد. اما تو اصلا از کدام درخت میگویی؟ بهار سال گذشته بود. درخت آفتاب و هوا میخواهد، گذشته از باران که بی دریغ میبارد، خاک آشنا میخواهد. درخت با من قهر کرده است، مثل سارا که قامتش قیامت است و مثل درخت اما راه میرود، هی راه میرود و دست آخر میخوابد و خواب خود را هرگز بازگو نمیکند. این شعر به این مناسبت که رفته بودم بیمارستان بودم و چشمم تو باغچه بیمارستان افتاد به یه گلی که معمولا کنار جویبارهای تو بختیاری ایران می دیدم. هیچ وقت هم دیگه ندیده بودم این گل رو، ناگهان اونجا دیدمش. درست مثل آن گلی است که از بس بود نمی دانستی که نمی دانی نامش را. در راه بازگشتن از بیمارستان در کافه‌ای که آفتاب را به میزها و صندلی‌هایش در پیاده رو مهمان خواهد کرد، یک قهوه غلیظ سفارش می‌دهم و آنقدر می‌نشینم تا کافه از مردمی که می‌آیند پر شود.
و حتی یک جا تا کافه از مردمی که می آیند پر شود و حتی یک جا برای آن که نمی آید خالی نماند. فانوس های خردش را ناگاه در نگاه تو روشن می کند. می بینی که باغ بیمارستان با تمام سرخ ها و زرد ها و آبی هایش بنفش یک دست است. پس از تمام آزمایش ها، عکس ها و نوار ها، تشخیص درد سینه بی نتیجه می ماند. این قرص های مسکن را فعلا مصرف کنید. به خانه که برمی گردد بی آفتاب و قهوه با همون کلاه و کفش و پالتو و کون لق بیماری یک راست می رود سراغ معین آکسفورد فنداله. چگونه پیدا می کنی مرا که این همه پیدایم؟ اون صندلی که خالی می ماند جایی است که دیگری می گیرد، درست مثل همین که بود و نمی دانستی، با مخروطی از زنگوله های بنفش بر ساقه شکننده که شکل هیچ گلی دیگر نیست. این شعر برای سردار صالحی نوشته شده. وطن غریب تر از آوازی است که این غریبه غمگین در کوچه های غربت می خواند. جویبار سنجاقک یادت هست؟ اینجاست. هر روز سر به شیشه میکوبد، باز میکنم و رد پروازش را پی میگیرم. با این همه شتاب کجا میرود که باز فردا اینجاست؟ در این هواها سردار غریبه همدم خوبی است، هر کجا باشد باز طعم و بوی سرزمین خود را دارد. معذرت میخوام، اینجا سانسور شده، دوباره میخونم. در این هواها سردار شراب همدم خوبی است، هر کجا باشد باز طعم و بوی سرزمین خود را دارد. هنوز تارهای گل ابریشم بالای هر مدینت و نهاسی میچرخند و این عروس چینی اون پایین میان آدمها دوربینها و دسته های گل شاید هوای مهالود دره های آبی را از یاد برده باشد یا هرگز ندیده باشد. با من بگو برای کدام کوچه دلت تنگ می شود که از تمام کوچه های جهان صدای افتادن و شکستن می آید. عروس را بردند، پس تو قهوه را بگذار تا من کیک ساده ای بگیرم از این نانوای نبش خیابان. کارنامه. پشت درخت کوچه مادر ایستاده است و با دست‌های اسفنجیش پوست ترک خورده را نوازش می‌کند. نه می‌آید نه می‌رود، همچنان ایستاده است و انگار خانه من را می‌پاید. پایین که می‌روم رفته است و درخت بوی صابون رخشویی می‌دهد. مادام دیانا مدام دانه می ریزد، نشسته از روی نیمکت و ساقهای چاق واریسیش را از هم چنان گشوده است که گویی می خواهد تمام کبوتران ولگرد روتردام را زیر تور دامنش به دام اندازد. سارا روزنامه را که روز بعد کهنه می شود از کتاب بیشتر دوست می دارد و دوست نمی دارد عکسهای یادگاری را. لیلا، آه، لیلا همیشه با دهان باز و چشمهای بزرگش نگاه می کند و همیشه در چیز تازهی می بیند. اگر گزار شناسام هم به بخش پنج افتاد، از دکتر امراض مقاربتی قبرش را سراغ می گیرم. زنجیری از نمایش ساخها و سیماها، قطعهای دنبالدار و عشقهای موقت و ردپای انفجارهای زنجیری در صدای شبانه زنجره ها که با تکه پاره های روز شعر مرا چل تکه می کنند. و این قلم و آن قوری، هتل نیویورک، میز کهنه نارخوری، سینک آشپزخانه، آخرین ترامبای خط پنج، دختری که موی وزوزیش را رنگ کرده است، و این قلم و آن قوری، مادام دیانا، مادر سارا، لیلا،
آه لیلای نازنین. من 5 تا شعر نوشته بودم اون سالها به نام شعرهای حاشیه. در واقع تجربه کردم که ببینم میتونم یه زبان دیگری در واقع برای شاید بگم برای شعر تبعید یا چیز به اصطلاح دوری کنم از اون زبان مرسوم و حتی گرامر و اینها، و که بعد آثار این تجربه جا به جا تو شعرهای بعدی من هست. ولی اینها، این 5 تا شعر خاص خودشان، یکیشو میخونم. اینم بگم که این طوری هست که آخر شعر در واقع شاعر به لکنت زبان میفته. حاشیه 0، دمنیشن. این میز یادگاری هایش را از شب است و شاهد و شمع و شراب ها در بایگانی شاید هایش این میز یادگاری هایش را از شب است و شاهد و شمع و شراب ها در بایگانی شاید هایش شهید کرده است و از امروز مفتخر به نام میز تحریر است. Damn it, I have lost my pen. بزهای گر را چپون ها یکی یکی از میان گله سوا می کنند و رنگ عنابی عجب به میز کهنه می رود که بیاید. چون زجو جستون از گله یک گوسفند، پس پیاپی جمله زانسو بر جهند. جام جهان نمای نمادین که می نماید ما را، جعبه تصویر رایانه ای درست به شکل اندازه یانه ای که مادر بزرگ زمانی داشت. کی خورد کی برد مفتخر به الفبای فارسی، به همت ماجیک پرمانند و یک صندلی که بیشتر نمانده تا خود را بنشانم. چوب و سنگ خادمان چوپانند، گله را سوی کومه میرانند. I'm damned if I let you get away with that. میان دیوار و میز دقیقاً به عرض تخت خوابم جا میماند تا خبر که میرسد آمدم از ده، آشوب مستخ و سلاخ را با چوپان را کنار چوب بغل بخواباند. این جهان مستخ گرمابه مرگ آمد، هرچه داری بنهی پاک در این مستخ. یک متر و نیمی از کف بالاتر تا زیر تاق بیتاقتی هایم تخت بند کتاب های روی دستم میماند. میان پنجره و در برای رخ های همیشه دوم دست، یک دست دوم از گنجه آواز توف به آستین کهنه میخواند. Damnation, somebody has stolen my song. چوپان و چوب، گله و سگ، کشتارگاه و آغل، حالا اتاق آماده، میز کار آماده، کامپیوتر، مانیتور، کیبورد، کی نبرد آماده، حالا کوتاه شعر تا صندلی که منی بیشتر نمانده تا بیاید شاید بنشیند. گاهی که گله سراسیمه می کند، آغل در هم می ریزاند، چوپان چوب می شواند، سک ها هاری گیر می دهند، گوسفندانی درگیر در بیابان پناه سرگردانی می جویانند، سلاخ همچنان در مسلخ و شکم هفته ای که جمعه نمی آید. As soon as the fire started, we got out pretty damn fast. گریزد گوسفند از دست چوپان، اسیره گرگ گردد در بیابان. امروز را باید سری به سمساری در بیاورم، یک صندلی که روز و روزگاری شاید شاعری بر آن نشسته کرده باشد، برای اتاقم دست و پا بیفشانم. گوسفند گم شده را اما باید پیوند گله زد، هر چند یک صندلی برای من بیشتر نمانده تا پسفند گوسفند گم شده ام به پیش بپیوندانم. You know damn well what I mean. بگذار شاعران بزرگ با کفش تمیز واک زده در شهر ترین نقطه های شلوغ موضوع وزین قیافه های قافیه هاشون را اونقدر بین عابران خدای خیابان جدا جدا بنمایانند تا تلاطم تکبیر کف کند و تیشه های تشنه تکفیر تک تک دل سنگ را بترکاند.
the resurrection of the damned. بگذار مردان روز شعر پرمتعهد در نامه‌های سیاستمدارگی‌هاشون قوقای قوک و قاری و قلقل بپا کنند. بگذار ناشران بزرگ 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 دستمال‌های پاک پیشازی را گرم گرم دور بیزه‌های نرم بپیچانند و چشم‌های چپ و روده‌های راست را در عهد بوق چاپ‌های چندم همچنان بچاپانند. شنیدم گوسفندی را بزرگی رهانید از دهان و چنگ گرگی، شبانگه کارد بر حلقش بمالید، روان گوسفند از وی بنالید، که از چنگال گرگم در ربودی، چو دیدم عاقبت گرگم تو بودی. Well, you will be damned, the butcher won after all. و گوسفند اگر بتواند چوپان و چوب را بشراند، گله و سگ را بکسلاند، کشتارگاه و آغل را برنباند، گوسفند دیگر گوسفند نیست، جانوری هفت خط در ممنوع چراگاه های حواشی چراهایش را دزدانه می چراند. یک صندلی برای من بیشتر نمانده تا بنشینم. دم یو آل. بگذار خوانده پدرهای شعر ایروپورنوتیک و بیوگان شاعرگی با رنگ رنگ گند نارنجستانی جشن تولد ژانر حلال زاده شعر، شعر آنال را تنگ دریچه های پشت مشبک پیش گشاد چشم خدا خلق بلنبانند و مادر بزرگ مرحوم من تنش در کفنی که زنده بود هم در برداشت گور لرزه بگیراند. Let's enjoy ourselves and damn the consequences. یک صندلی برای من، یک صندلی بیشتر نمانده تا گوسفند زخمیم را بنشانم و شعر اتفاق و اتاقم را برای هیچ کس مگر شاید برای همین چرک زخم کرده که خاک تازه را به رنگ کهنه آلوده می کنایاند با زبان الکلکن بر هم همین صفحاتاتی که تا الالا آخر خر برای چپ چپ چپون و گلگله و قصقصاب، برای ناشر بزبز بزرگ و عابر کوکوکو چک چک، برای شاعرگیگان پیر و خواندگی پدران نسبتان ججوان و حتی برای مادر بزرگ خوب خوب مرمرحومم خالی به همچنان خواهد ماند. حرف 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 بنوی ساسا ساسانم. A classic case of dilemma. You are damned if you do it and damned if you don't. دو سه تا شعر از این میخونم که دیگه نمیدونم وقت دارم، فکر کنم شاید اضافه دارم استفاده میکنم، که در واقع همون سرگردانی رو. به خانه که برگشتم خیابان برگشته بود و اتاق نشیمن نمیتوانست بنشیند. آدرس ها را از بر باشی و اسم دربان ها را، تمام شفاش های دنیا خوابم از سرما نمیبرند. عشقی که آواره شد همین کفشیست که خیابان در پنجه هایت میزند، همان دالانیست که ترسش از تاریکی آواز میخواند. صدای کفشت پا برهنه میان حرفم دوید و یادم رفت. مادر میگوید این بچه رو نصف شبی نفرست بیرون، دنیا آخر میشه اگه یه ساعت سیگار نکشی. دالان در آز بود و سید دور. نمیایی، شب مانده هایت را هنوز گرم می داری و من هنوز هم ده مانده های صدایم را می خوانم. با این همه تاریکی و ترس دست کم در دو حرف مشترکند. آوارگی را عشق است، وگرنه می شمارندت، لپتاپ را روی دامنت می گذارند و عنکبوت هاشان را بازی می کنند و معتبرترین هنوز هم انگشت است. از عنکبوت و آوارگی دلت که آشوب است، بزن همین جاها روی امضای حجیم حسابداری که جمعش همیشه به تفریق است. خانهش همین خیابانی که مدام بر می گردد و نشیمنش همین که نمی تواند بنشیند. دو تا شعر دیگه براتون می خونم. دیروز در صف نانوایی دیدمت که خرامان می رفتی و من اسیر نوبت خود همچنان شتابان میماندم. سلام کردم، گفتی نفس بکش برای کلبه های پدر کلیه های
پدر بزرگت خوب است، اما صف رسیده بود به لعنت بر دیوار و بی نهایت تا انتهای خط می رفت. یعنی همیشه هر ماهی شاید حقیقتی است که تنها در شکم ماهی بزرگتری پیدا خواهی کرد. در انتهای بی نهایت خواستم بگویم رفتم، حتی فکرش بیتابم کرد. پس گفتم همین حرف هاست که راه به جایی نمی بریم. آخر تو را در هر گذر که نمی توان پیدا کرد. هزار دستان هم باشم آوازم زندانی قفس است. با این همه برای تو مردن از زنده بودن لبپر می زند، وگرنه از پیش مرده ایم ما. از شهر سوزا آتش شعله می کشیم. سپاهیان آشوربانیپال را جمعی به ویران کردن و جمعی دیگر به غارت غنائم مشغولیم و نان و آب را شاید هنوز غلط می کنیم، وگرنه کودک دوبار بگوید آب باجگونه می کند بابا را. آخرین شعر: رقاصه دورش را آخر شد، شاید باز هم کجا رفته باشیم، همینجا هم می توانیم خاکمان کنیم. دست بالا کرایه را دو بس میزان تر کند، فقط بگو سمت قبله کجاست. و حالا نوبت رقاصک دورش را آخر شود تا بگویی پس ما کی نوبت میکنیم. هوای این کوچه ها به حال ما ساز نمی کند، شال گردن قرمزم سرما خورده است. دفتر خاطراتمان را ورق کن، شاید از آن روزها پیغامی ساعت هامان را کوک بزند تا شال گرمی دور عشق برقصانیم، تا لج صاحب خانه سر برود و دو بسته دیگر میزانمان کند. نوبت دور همیشهش را آخر می رقصد. صاحب خانه مسند و بارگاهش را بر دو شکچه چرک مرده چرمی چارزانو نفس می گیرد و ما همون نفس آخریم که گاهی هوای معلق می رقصیم، گاهی میان خاک و کیسه سنگ وارث آز می کنیم.